اظهارات یوف گالنت وزیر دفاع اسرائیل در یک نمایشگاه اردوی آن کشور در پایگاه نظامی در جنوب اسرائیل در حال بیان شد که یافته های اردوی این کشور از سلاح و اسناد به دست آمده حماس پرده برداشت. ما وارد حساس‌ترین مکان‌های حماس شده و از استخبارات آنان علیه خودشان استفاده می کنیم. اما سلاح‌های آنان را کشف کرده و منفجر می سازیم. همه این وضعیت ناشی از تعمیق و ورود ما به قلب توانایی‌های حماس است. هرچی بیشتر این فعالیت را عمیق‌تر بسازیم، به همان اندازه و یک معامله واقعی بینانه‌تر برای رهایی گروگانان نزدیک‌تر می شویم. وزارت صحت غزه اعلام کرد که 817 نفر کشته شده در حملات هوایی اسرائیل در 24 ساعت گذشته به شفاخانه ها آورده شده و شمار مجموعی کشته شدگان پس از این حمله به 28,064 نفر افزایش یافته که بیشتر آنها زنان و کودکان می باشند و این در حالی است که تعداد مجروحین به 67,000 نفر رسیده است. اسرائیل حماس را مسئول مرگ غیر نظامیان می خواند زیرا این گروه از داخل مناطق غیر نظامی می جنگد. اما مقامات آمریکایی از اسرائیل خواسته است تا حملات دقیق را انجام دهد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که پاسخ اسرائیل در صدر قرار دارد. همسایگان اسرائیل و کشورهای کلیدی میانجی هشدار دادند که اگر اردوی اسرائیل حمله زمینی بر رفح را آغاز کند، جایی که اسرائیل میگوید که پایگاه های باقی مانده حماس در آن قرار دارند، فاجعه انسانی و عواقب ناگواری را به بار خواهد آورد. سازمان ملل متحد میگوید که شهر رفح که معمولا محل زندگی کمتر از 300,000 نفر می باشد اکنون میزبان 1.4 میلیون نفر است که از جنگ در جاهای دیگر فرار کردند و به شدت پر ازدحام است و این در حال است که 80% مردم غزه بی جا شدند. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.